میتونی گهر سفارش بدی بفرستی در خونه مردم. ما کلی کس و شعر داریم تو رپ فارسی. تو هم اگه دوست دختر داری آره آقا داره، اینم آدمه. داشتم یه سری چیزا رو تست میکردم. اصلا امیر تتلو رپر بدیه. من وقتی خوشحالم از سبک مصاحبه‌مون. 1.5 میلیارد تومن تراکنش مالی ایجاد کرد. کاور رو دیدی؟ دو تا کاور کپیه. از همینجا هم که برنامه رو میبینیم برای اولین باره که داریم این حرفا رو میزنیم. 100 با زیر زمین درهاش به روی شما بازه بچه. خب چیکار کنیم ما؟ معلومه وقتی نیستین این اتفاق میفته. پس ما چه گذشت؟ بابا یعنی چه تو که گذشت؟ 32 سالت تشت دیگه. نبودی. حرف نزن. و شاید سن رپ فارسیش نهایت برسه به سروشی پاپولوژیست. چی؟ فلان آرتیست تو فلان کلیپش لخت میشه. ولی به چشم رپ نگاش نمیکنم. به چشم میدیم بالا رو سان کلات خدافظ. چه ساعتی میدی بالا؟ 4 صبح. چرا؟ سلام، شما دارین رپ شو پلاس رو تماشا میکنین. البته اینجا لوکیشن یه ساعت با زیر زمینه، در خانه دوم، اول، سوم، همه جوره ما ترامه دادیم. یه اتفاقی افتادش، ما حدودا کنم 4 ماه پیش اینا بودش. آره. یه مسابقه با اشکان داشتیم که در مورد فعالیت مسابقه که الان دارین نگاه میکنیم. آره، که مسابقه رو دارین میبینید. در مورد فعالیت هامو توضیح دادیم. یک اتفاقی افتاد، اشکان این مسابقه رو برای ما فرستاد و ما دیدیم که در مورد دو تا برنامه داریم صحبت. دو تا برنامه ای که در واقع الان شده فصل 6 یک ساعت با زیر زمین. آره. برنامه موجنو و شبکه. آره، هر چیزی که علی در مورد برنامه شبکه میگه و هر چیزی که من در مورد برنامه موجنو میگم توی مصاحبه اشکان همش کلاب شده و تبدیل شده به فصل ششم یک ساعت با زیر زمین که الان که این مصاحبه میاد فکر کنم 2-3 روز بعدش میتونید اولین قسمتشو ببینید. به شدت خوش اومدید به رپشو پلاس. میبینیمت. یو سلام، یه برنامه دیگه رپشو پلاس. این دفعه اومدید با علیدیس و معراج ناجی. البته این دفعه که چند دفعه اومدیم، چند دفعه تو پشت صحنه ها دیدید، بعضی وقتا توی قسمت های علی یا معراج و 3-4 تا ضبط ما هم گرفتیم، ولی خب یک ناموفق تر بود. آره، یه ضبط خیلی ناموفق، غیر قابل پخشه و این آخری ضبط ها بوده کلن توی این لوکیشن. خیلی اتفاقی شد، یعنی آره دمتون گرم که اومدید. چه خبر؟ چی کارا میکنید؟ ما که چیکارا میکنی؟ حالا معراج یه ذره راجبه کارهای خودش کم توی قسمت با حامد اسلش توضیح داد، ولی تو مثلا هیچ وقت جدی نیومدی. من خیلی سال پرکاری رو داشتم در عین این حال که خیلی انگار خبری نبود، ولی خیلی سخت کار کردیم قبل از اون ایونت، یعنی اون ایونته که شما بودید مصاحبه می‌کردی. آره، مصاحبه قبل و... حالا اون داستانا یک ساعت رو داشتیم که حالا آره. شرایط دیگه مرداد به بعد دیگه نشد ادامهش بدیم، بعدم دیگه نمیخواستیم. اینو میخوام بگم که اون تایمی که ما اون تو کافه بودیم حالا هممون خراب بود. آره. آلردی نمیدونستیم بدتر از این هم میشه، بدترم شد و الان یه جوریه که انگار اصلا سخت پوست شدیم دیگه. آره. نه، البته اتفاقایی هم که دیروز افتاد باز یه ذره حالا منو خیلی خراب کرد. آره دیگه، خیلی بعد... ادامه داره دیگه. آره، بعدم دیگه نشد برنامه رو بسازیم. بعد دیگه به یه نتیجه رسیدیم با معراج که حالا بیا یه کار جدیدتر بکنیم. اونجایی که مرض داریم و آزار داریم خودمون رو اذیت کنیم، تصمیم گرفتیم که کلا یه برنامه جدید، چند تا برنامه جدیدتر بسازیم. ولی در کنارش با اینکه یک ساعت رو نمی ساختیم، یعنی درگیر یک ساعت نبودیم، معراج سری کارهای جداگونه می کرد و من هم حالا تی درگیری های دیگه داشتم با بچه. آلبوم فرشاد رو پخش کردیم. آره. که یک سال و نیم دو سال بود داشتیم روش کار میکردیم، نویسنده رو بالاخره تونستیم پخش کنیم، بعد به فروش یه سری دیگه از بچه‌ها کمک کردم. آره. بعد سریس اشاره رو همزمان آوردم بالا، فروش آلبوم نوید رو بهش کمک کردم، بعد کنسرت مهدی بود. هی این وسط پروژه های کوچیکی که به نظر کوچیک می اومد بعد می رفتی تو دلش می دیدی یا اول فاز کنسرت مهدی از بیرون هم کوچیک به نظر نمی اومد، روز اول از بیرون بزرگ به نظر می اومد. بعد حالا هامبل دیگه بعد اگر نکردم آلبوم نوید نه آلبوم فرشاد، هیچ کدوم از اینا پروژه کوچیکی نبود. بعد اینا رو کار کردیم و بعدم دیگه به یه نقطه امنی رسیدیم که با معراج تصمیم بگیریم حالا یک ساعت رو میخواییم چی کار کنیم. بعد این گوشه کنارها به ایونت های مختلف میرفتیم سوسکی سر میزدیم دیگه. آره. برو مثلا ایونت های دوتا رو اومدیم. آره. دیگه کجا رفتیم؟ در معرض عموم خیلی خودمون رو نمایش میدیم، با اینکه کار خاصی نمیکردیم سعی میکردیم که باشیم. اونه ارتباط رو ولی حفظ کردید دیگه. آره. آره. بعدم که تصمیم گرفتیم یک ساعت رو تبدیل به یه چیز بزرگتری کنیم.
نه اندازه استیج، ولی خب تصمیم گرفتیم یک ساعت رو تبدیل به یه لیبلش کنیم. بعد با مهراج به این نتیجه رسیدیم که خب ما هر کدوم جداگونه میتونیم کارهای بزرگتری بکنیم، تا اینکه با هم بیایم یه کار بزرگ انجام بدیم. دیدیم که خب زورمون میرسه با حالا ارتباطاتی که بچه‌ها کمک میکنن، ولی خب نهایتا اسم من و مهراج میخوره دم همه هم گرم، حتی خود تو. گفتیم خب اینو بگیم میکنیم دوتا برنامه که هم در این باز بشه که بقیه برنامه سازا بیان کمک کنن توی یک ساعت بازی زمین برنامه‌های خودشون رو پروموت کنن و بسازن. برفرض حالا یه تیمی هست ایده داره، حالا از همینجا هم هر کی برنامه رو میبینه، برای اولین باره که داریم این حرف هم میزنیم، یکی از ایده برنامه داره تیم نداره، یکی هست برنامه‌ش رو ساخته میخواد سریع برنامه‌ش رو مانیتایز کنه، ما میایم مثلا توی یک ساعت کمکش میکنیم، تدوینش رو بهتر میکنیم، هی سعی میکنیم چیزهای بهتر، تجربه هایی که دیگه بالاخره سرویس شدیم من و مهراج تا این نتیجه ها رو گرفتیم توی این 5-6 سال. و خب دو تا برنامه شد، یه دونه برنامه منه که در واقع تهیه کنندش من و مهراجیم دوباره، ولی انگار که مال منه. یه دونه دیگه برنامه هم هست که مال مهراجه که باز تهیه کنندش مهراج و منیم، ولی انگار که برنامه مهراج. اوکی. که حالا پیش میره دیگه. برنامه من که تیزرش هم اومده شبکه، شاید اصلا الان این پخش میشه شو یه قسمت رو اومده و شاید نمیدونم قسمت های آره. ولی برنامه معراج هم که حالا خودش جلوتر توضیح آره معراج تو چی کار میکنی؟ خیلی اول خوشحالم تو غیر از حرفایی که تو قسمت حامل آره. زدی و دیگه نزد من وقت خیلی خوشحالم از سبک مصاحبه همون دارم مقایسه میکنم با مصاحبه های ناموفق قبلیمون، داری جنتلمن تو حرف میزنی من سکوتم چون دفعات قبل همش تو خیلی بد بودم. عرض کنم خدمتت که من حقیقتش سال کمکاری رو داشتم، یعنی 1401 حقیقتش خروجی که کار کردم فکر کنم فقط مصاحبه با مهدی بود، مصاحبه با چرسی بود که ضبط کردیم، بعدش هم برنامه گرفتیم دیگه، بعدش مصاحبه با پوریا و سفیر و جرشو بود، دو تا مصاحبه بوده و حالا کمکی که درست توی پروژه کنسرت مهدی داشتم به علی میدادم و بیشتر حقیقتش تمرکزم گذاشتم روی خودم. یه فکتی هم هست در لطفت بیون صحبت مهراج، من و مهراج تو کارهای همدیگه هستیم همیشه، یعنی مثلا مهراج اگه من دارم یه کاری برای یه آرتیستی انجام میدم حداقل یه بار راجبش یه مشاوره یه صحبتی کردم، یه بحثی یه گپی چیزی میزنم، یا مثلا مهراج اگه داره یه کاری میکنه مثلا دقیقه یک اون کاره میاد میگه آجی مثلا اینو چی کار کنیم، یعنی این نیست که مثلا ببین درست برنامه و پروژه های کارمون جدا شده، حداقل میتونم بگم یه سالی هست آمدانه هم جدا شد، از قصد این کارو کردیم، ولی خب هنوز اون ارتباطه و کانکشن معنوی هست و با هم تبادل نظر اینا خیلی عمدش انجام میدیم. داشتم میگفتم آره سالی که گذشت خیلی حقیقتش سعی کردم بیشتر خودم کار کنم و اینکه کم کار بودم به این معنی نبود که از فضا دور باشم، داشتم یه سری چیزا رو تست میکردم، یعنی خیلی واقعا نشستم فکر کردم رو اینکه چه اتفاقاتی توی جریان داره میفته، ما برای آداپته کردن خودمون با جریان چی کار میتونیم بکنیم و سعی کردم ایده پردازی جدید کنم. معمولا حاصل این فکر کردن سری قرقر بود که قرقرها رو همیشه پیش علی داشتم میبردم با هم بعضی وقتا قر میزدیم، گفتم ببین فلانی فلان موقع شروع کرده الان فلان جای چی شده، باید بررسی کنیم باید بفهمیم چی شده، تاش هم میدونیم هیچ خبری نیست. آره و سعی دارم میکنم که حالا خروجی این یک سالی که گذشت و بیشتر سعی کردم بررسی کنم شاید تو برنامه جدیدم بیارم. تکمیل حرفای علی، یک ساعت وزیر زمین تبدیل شده به یک کمپانی تور و دو تا برنامه خروجی در ابتدا داره، یک برنامه علیه به نام شبکه، یکم برنامه دو هم برنامه منه به نام موج نو. برنامه علی که خوبی برنامه آیتم محوره و برنامه منم خوام خلاصه بگم حالت ریالیتی شو داره، جفت برنامه قراره حالا همزمان استارت کاراش بخوره، داریم پیش تولیدش رو انجام میدیم. مثل همیشه سنگ بزرگ برداشتیم ما، همیشه به قول علی این مرزه رو داریم، اون کمالگراییه که به کار نمی انجامه رو بذارید کنار. آره. ولی خب آره. ببینیم چی میشه و ببخشید واسه صحبت در تکمیل حرف علی هم، همه بچه‌ها که دارین این برنامه رو میبینید اگه حس میکنید ایده ای دارید برای تولید محتوا، یک ساعت با زیر زمین درهاش به روی شما بازه و شما استقبال میکنیم و از خدامونه که حالا بشینیم جلسه بذاریم و تولیدات این لیبل یک ساعت با زیر زمین مدام و مدام بیشتر شه. چرا؟ چون عرصه به این نجه باور رسیدیم، عرصه تولید محتوا رقابت توش خیلی زیاده. چرا وقتی میتونیم توی همون تایم من یه برنامه داشته باشم تحت یک ساعت بازی زمین و علی هم یه برنامه داشته باشه و طبیعتاً دو بار تولید کنیم، چه استراتژی که یک جفتمون بیام جلوی یه دوربین بشینیم با یه برنامه، اینجوری میتونیم بیشتر توی فضا باشیم، یوتیوب فارسی رو بیشتر توش
توش فعالیت کنیم، چون واقعا عرصه یوتیوب فارسی تو پرشین هیپ هاپ الان نیازمند تولید، خودت هم میدونی. یه لحظه تو نگاه میکنی میبینی رگباری داره تولیداتی میاد، حالا بعضن خوب نه، بعضیاش خوب به هر طریقی، و داره یوتیوب فارسی تاثیر میذاره روی جرگ مورد مارکت، داره تاثیر میذاره. ببین من چند وقت پیش علی میگفتم ما در حال حاضر داریم توی پلیلیست فلان یوتیوبر معروف زندگی میکنیم، اسم نمیارم، فلان یوتیوبر و بیسار یوتیوبر تأثیری میتونن توی این جریان بذارن که به مرور اصلا آرتیستای محبوبشون که آرتیستای فیمی هم نیستن فیم بشن. وقتی انقدر داره این پلتفرم تأثیر میذاره روی جریان، باید بازی کنیم به هر طریقی که میتونیم. و خب ببینیم چی میشه. من امیدوارم موقعی که برنامه داره ریلیز میشه حداقل دو سه قسمت از برنامه جفتمون اومده باشه. آره امیدوارم بکنم اومده باشه در واقع. برنامه تو که قطعا اومده، حالا من ببینم چی کار میکنم. معلوم نیست من که آخه این هم یعنی رپشو پلاس هم معلوم نیست که ای بیاد که حالا نه اینو که شوخی میکنم. نه آخه میدونی چی شد اصلا چیز کردیم به این نتیجه رسیدیم؟ ما دیدیم که یک ساعت با زیر زمینه فصل استیج که دیگه به استیج معروف شد بین من و معراج، دیدیم این برنامه از پیش تولید تا پخش هر قسمت داره دو ماه، بعضا دو ماه و نیم زمان میبره و خیلی روند فرسایشو خسته کننده. یک تیم خسته شده، یعنی من و معراج و فاکتور بگیریم، اگر ما میخواستیم دوباره استارت کنیم برنامه رو، یکی اینکه واقعا نمیشد توی این شرایط. یعنی من حاضر نیستم رو استیج برم، با اینکه هم شرایطشو داشتیم هم پیشنهاد مالی خیلی دندونگیری داشتیم با معراج، ولی من به شخص حاضر نبودم برم رو استیج توی این شرایط و این فضایی که حکمرانی میکنه. من حقیقتا حاضر نبودم این کار بکنم، و حتی اگر من و معراج میخواستیم این کار بکنیم تیم خسته شده بود. تو خودت بودی تو قسمت اکسل بازی میکنم. ببین استیج اینجوری بود که روند استارت یک قسمت تا پخش اون قسمت به صورت مفید یک ماه و نیم طول میکشید، و تو در انتهای یک خروجی دو ساعته ای داشتی که از نظر قوانین یوتیوب هم تو تولید محتوای محبوب یوتیوب رو انجام نداده بودی. خودمون میدونیم یوتیوب میپسنده که تو یک برنامه 30 دقیقه‌ای نهایت 20 دقیقه‌ای داشته باشی، ریاکت کنی، استلان ادبیات یوتیوب داشته باشی، یا سلام چطورین بریم اینجوری باشی، ولی خب یک ساعت همچین نبود، ببخشید همچین چیزی نبود. و من حقیقتش به تجربه استیج که فکر میکنم واقعا برام افتخارآمیزه، و تو این که شکی نیست با دست‌های خالی واقعا حماسه خلق شد. من برام خیلی افتخارآمیزه اون پروژه، اما به قول علی من هم حاضر نیستم دیگه اون کارو انجام بدم به دلایلی، اما تلاش خواهم کرد که از تجربه برام استفاده کنم برای ایده های جدیدم. آره عرض صداش نمیدونم گفتم، هم تیم خسته شده بود، هم این که واقعا ما داشتیم با دست خالی سری کارا می‌کردیم که بودجمون هم تموم شده بود. یعنی یک سر بازی زمین استیج شاید در نهایت اون چند قسمت 1.5 میلیارد تومان تراکنش مالی ایجاد کرده بود، و من و معراج بعد از قسمت آخر منفی این میلیون بالای منفی 100 میلیون شده بودیم، چون خروجی ورودی مالی هم نداشتیم، فقط بلیت فروشی داشتیم میکردیم، بلیت فروشی هم چیزی در نمی اومد ازش که ما بخوایم کاری کنیم. چیزی که فام بگم حاجی، یه مشکل روحی روانی داشت استیج. برنامه شروع میشد، من میشستم کنار علی، بلیت فروشی استارت میخورد، رگباری داشت بلیت خریده میشد، تو هی نگاه میکردی وضعمون خوبه، 20 میلیون 30 میلیون 100 میلیون 150 200، گفتم علی داریم پول دار میشیم، گفت آره حاجی بس خوبه دیگه تموم شد. همونجا بود، چون این پولا همه میرفت خرج برنامه، میرفت عوامل مه نمیدونم خود آرتیست، اجاره سالن، یعنی رسالت اجاره سالن یک سال زمین این بودش که شما توی هر قسمت حدودا یک ساعت پول دار باشی، و سالن های یه چند تا سالن رو پول دار کردیم واقعا، دو تا سه تا سالن رو واقعا. سعدی میگه من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، همینجوری داشت این پولا میرفت، پولا میومد و مثلا فرداش میره. حالا اینش هم گفتم، بعد با معراج گفتیم خب آقا اگر نمیخوایم یک ساعت بسازیم، واقعا یک ساعت از یه حالتی خارج شده که ساختش به خواسته من و معراج نیست دیگه. میدونی تو مثلا چه میدونم وقتی داری یه آلبومی میسازی و کلی آدم منتظرن که آلبوم رو بسازی، خب من و معراج نمیگم شناخته شدیم اصلا، ولی خب داریم میبینیم آدم هایی رو در طول روز یا ماه یا هفته که یه جایی نشستیم و طرف میاد میگه برنامه چی داستان چی شد و اینا، بعد آرتیستا میگن چرا برنامه نمیسازیم، دوستای خودمون تو خودمون. بعد گفتیم حالا اگر نمیخوایم استیج رو بسازیم، بیایم ببینیم چه ایرادهایی داشتیم و حالا چی کارا میتونیم بکنیم در این راستا که اینو بهتر بکنیم دیگه. گفتیم خب این ماجرا رو باید حل کنیم، بعد کلی آرتیست هنوز هستن که ما باشون کار نکردیم،
بعد گفتیم که اول، یعنی اول فقط ایده شبکه بود، گفتیم خب میایم برنامه شبکه رو میسازیم دیگه، مثلا یوتیوبمون هم میفته رو غلطک و اینا. بعد دیدیم که خب اصلا کانسپت یک ساعت با زیرزمین این نیست که ما فقط یه برنامه ویکلی حالا یا 10 روزه بخوایم بدیم. گفتیم خب پس اون ایده اصلی یک ساعت که یه هارد تاک داشته باشه توش چی کار کنیم؟ میگفت که خب پس این کارا رو میکنیم، اینو اینجوری دیولپش میکنیم، خب بریم ببینیم چی میشه دیگه. و هی از ایده کوچیک کوچیک همو نگاه میکردیم، گفتیم حالا اینم بهش اضافه کنیم. این ما رو نگاه میکرد، من مهراج رو نگاه میکردم، همه همدیگر رو نگاه میکردیم و میرفت یه چیز دیگه هم اضافه میشد. سه ماه پیش بود من و تو با هم داشتیم راجع به شبکه حرف میزدیم، یه جایی نشسته بودیم دیگه. بعد هی رسید به اینجا دیگه. خلاصه ماجرا الان شاید اگه این برنامه اومده بیرون دارین یه قسمت دو قسمت شبکه یا حالا موجنو احتمالاً اومده. و تکفیل حرف علی تمرکزمون روی اینه که فوکسی روی اینترویو نداشته باشیم. دقیقاً. ببین تو خود تولید محتوا داری انجام میدی و طبیعتاً به این قضیه رسیدی، مصاحبه کارهاش رو کرده. بره. واقعا ببین من یادمه ما سال 95-96 داشتیم فصل اول یک ساعت تو در قالب برنامه صوتی میگرفتیم و اون موقع مصاحبه نبود، یعنی ما نشستیم پای ایده برنامه، دیدیم که خب یه رادیو دیوار بوده، این قضیه کنسل شده رسیده به ما و در این حین مثلا یک سری برنامه ماهواره‌ای بوده مثل پرشن پاپارازی یادت باشه و این برنامه، گفتیم خب ایده جذابه و ما شروع کردیم مصاحبه کردن و آدم‌هایی داشتن اونجا مصاحبه می‌کردن با ما که 97% تجربه اول مصاحبهشون بود. مثلا دیدم رز اومد اون فصل صداشون تو قالب مصاحبه اصلا پخش نشد، اصلا هیچ کس این بچه‌ها رو خارج از حالت خوندن پشت میکروفون صداشون نشنیده بود. خب ایده جدید بود، ادامه دادیم ولی خب الان تو یک فضایی که اشکان همه بچه‌ها دارن به هر نحو خوبی مصاحبه میگیرن دیگه، مصاحبه هست. ببین تو همین الان پکیج مصاحبه رو تا نهایت تلاش خودت ترکوندی، داری همینجور تولید مصاحبه انجام میدی. آره. به نحوی تو شاخه اینترویو قرار میگیره دیگه. من فکر کنم مثلا آرشیو یک ساعت با آرشیو تو این چند قسمت رو هم بذاریم کار مصاحبه تموم بدیم. مثلا تو رپ فارسی همه گپ و گفتی با هم زدیم. بگذاریم که یه عالمه برنامه اینترویو داری. هیچ جایی هستن دیگه. اونا که کاری ندارن میدونی نمیرن. یک سری اینترویو دیگه الان تو یوتیوب هست. نظر من یعنی لازم بود که بازم باشه چون که اینا حالت آرشیو میمونه. اون که بعدی هست. ببین مثلا ریالیتی شویی که توی ذهن منه طبیعتاً توش مصاحبه هم هست دیگه، بس اینه که تمرکز اصلی و جام مایه اصلی برنامه روی مصاحبه نباشه. خب حالا طبیعتاً در اتفاقات جان مایه شما شنیده بودی جان مایه شما شنیده بودی طبیعتاً در بطن این قضیه ریالیتی شوی داکیومنتری گپ و گفتی بابا بذار امید سفیر در اونم خاموش باید بکن، باید طبیعتاً تو بطن این قضیه یه مصاحبه هم باشه دیگه، نمیشه کلا کنسل شه قضیه. ولی تمرکز روی اینه که اصل قضیه جان مایه قضیه مصاحبه نباشه. حالا ببینیم چی میشه. تست دیگه. جان مایه یعنی چی؟ ببخشید جان مایه جوهره درونیه، کانسپت داره. می‌خواستم فارسی صحبت. آره نه ولی امیدوارم که بهتره کوریز بشه. جان مایه برنامه شما در شما جان مایه برنامه چی هست؟ ما که آخری ضبطای احتمالاً این یا شاید یه دونه یا دو تا ضبط دیگه کلا من منو مهراج فکر کنم اولین نفرایی که اومدیم بودیم و آخرین نفرایی هم که داریم مصاحبه و حالا آزمایشگاه هست داریم ادامه میدیم و آزمایشگاه فصل سری قسمت 20 رو بدیم دیگه، میخوایم بریم رو فصل 3 آزمایشگاه و حالا من حقیقتش در مجموع یه سری ایده های دیگه داریم با توجه به این چیزایی که تو میگی، چیزایی که از برنامه خودم میدونم و از برنامه علی میدونم، احساس میکنم 1402 سال خاصی خواهد بود. ببینیم چی میشه. تو رو قرآن تعریف نکن، ما هر وقت خودمون تعریف کردیم. نه خودم تعریف نکردم، از کل این تیم تولید محتوا و کامیونیتی دارم میگم. کلا ولی راجع به تیم تولید محتوا تو اسکیل یه ذره بزرگتر کیه؟ من تو عشق میگم بقیه شما تو خونشون مایه حرف بقیه تو خونشون دارن. حالا ببینیم چی میشه. کاش واقعا بچه‌هایی هم که مثلا یه ذره کراود بزرگی دارن و مثلا الانم شناخته شده ترند دمدو یوتیوبر رو داری حرف آره یه لیبل اپی بکنن برنامه هاشون رو. یه قضیه هست آخه این بچه‌ها دارن شاید اون کردیتی که مد نظرشونه با همین میگیرن. آخه آره اوکی من با اینم مشکل دارم علی. تو هر سال پراید سوارچی خب هر سال بنزم سوارچی هر روز پیتزا بخوری نمیدونم
هر روز پاسپورت آره. فوری هم خسته ولی یه قضیه هست علی ببین تو هم اشکان نظر بده در مورد کار کنن یه حالتی یوتیوبر ها یعنی یوتیوب یه کاری باشون میکنه که باید هی هر روز کار بدن اوکی در کنارش میتونن یه چیز نمیدونم مثلا یه قضیه هست بذارید بگم یه بار تو استلی استفاده کردی من خیلی دوست داشتم تولید فست فودی بله یوتیوب تو رو عادت میده به تولید فست فودی یعنی یوتیوب این کارو باعث میکنه ببینم من تو زندگی کسی هم نیستم و فقط یه لحظه فکر کردم اگر این اتفاق بیفته همه هزار تا درگیری و فکری و زندگی چون رپ فارسی که دارم برمیگم دارم به مسابقه قبلی که هم کردیم درآمدی نداره برای من حداقل تو کمکی به زندگی من از لحاظ درآمدی تا امروز نکرده نمیگم پول در نیاوردم پول هم در آوردم ولی در اسکیل و مقیاس پولی که داره زندگی منو میگذرونه نه من و تا جایی که میدونم معراج هم پولی در نمیاره میدونی این تولید فست فودی اینجوریه که تو عادت میکنی که من این میکروفون رو میذارم دو تا قاب پشت سرم میذارم دو تا زوم دوربین یو فلان برو بریم لتس گو فلان و من ویومو میگیرم ببین من وقتی میتونم منتقد این سبک تولید محتوا باشم که ببینم استقبال عمومی روش نیست مشکل اینه که استقبال عمومی هست حالا نمیگم مشکل کلمه اشتباهی بود اصلاح میکنم بحث قابل تأمل اینه که استقبال عمومی هست یعنی مخاطب جریان ما الان اینو میپسنده این خیلی قابل تأمله چه اتفاقی داره میفته خب حالا من دو تا راه دارم اون یک تولید کننده یکی اینکه منم بیام روی این موج سوار شم دو اینکه مصرانه و لجبازانه وایسم روی اینکه نه آقا شما قابل احترامی من دعوایی بات ندارم شما قابل ریسپکتی اما من ترجیح میدم یوتیوبر و تولید کننده فست فودی نباشم تهیه کننده باشم من دنبال جامعه آماری خودم هم تام دنبال جامعه آماری خودتی ببینیم به کجا میرسیم اینو برای چی گفتم من خودم تا یه سال پیش شاید هیتر یوتیوبرها بودم و اینجورم که نه دارین جریان رو اشتباه بازی میکنید فلان 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 ولی در این یک سالی که به قول اول برنامه گفتم تو خودم بودم و بیشتر داشتم بررسی میکردم دیدم که این بچه‌ها دارن جواب میگیرن از درون مایه ببین... خودت به این از جان مایه گذاشتم ببین یه زمانی اشکان من میخواستم برنامه بگیرم و اولین چیزی که من نگران میکرد اینه که خب اگه میخوام مثلا با فلان آرتیست مصاحبه کنم اطلاعاتمو باید در مورد اون قضیه بالا ببرم دوتا مطالعه کنم اگه اینو گفت اینو باید بگم کارشو بررسی کنم بچه یوتیوبر الان هیچ بعضا من میبینم حتی اطلاعی در مورد رپ فارسی ندارن در مورد هیستوری ندارن در مورد هیچ چیز نمیدونن اما دارن جواب میگیرن یعنی حتی اون خانوم 18 ساله‌ای که اصلا نمیدونه رپ فارسی چیه و شاید سن رپ فارسیش نهایت برسه به سروشی پاپولوژیست میاد جلوی دوربین میشینه و ویو میگیره چه اتفاقی داره میفته کی؟ نه واقعا هیچ کسی تو ذهنم نیست یه آقای 18 ساله هستن خب یه چیزی این وسطه باز میگم ما دو تا راه داریم یکی این که بشینیم قُر بزنیم بگیم نه نه شما بدید نمیشه اینجوری فلان تو اینکه بیایم بازی کنیم با فرمول خودمون بازی کنیم من بیام بگم خب اوکی من پلتفرمم یوتیوبه من ترجیح میدم یوتیوبر نباشم علارغم احترامی که به تو یوتیوبر میذارم تو جریان دادن آره. خب بعد خب خوشت نمیاد چی برام برام خودم بسازم آقا قُر زدن رو ول کنیم دیگه فلانی فلان یوتیوبر تو داری پلی لیست خودت رو فیم میکنی من باید تلاش کنم پلیلیست خودم رو فهم کنم ببینم چی میشه یه چیزی بگم اصلا قُر زدن الان چیزیه که واقعا داره رپ فارسی رو از تو نابود میکنه من مثلا خیلی از آرتیستا رو میبینم قدیم و جدید نمیگم و همه رو دیگه میبینیم راجع به یک محوریت یک صحبتی یک مفهومی دارن قُر میزنن حالا قُر میزنن واقعا قُر زدن من اسم اینو میذارم قُر زدن بعد خب آقا حرف شما درست منم قبول دارم چی کار کنیم؟ باید بازی کنه اصلا چی کار کنیم؟ من رو فهمیدیم چرا کاره رو نمی کنیم؟ ببین من یه مثال بزنم کلیت دارم میگم و مثلا نسل 3 میاد میگه نسل 4 فلان 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 خب کار کنین دیگه نیست تو جزئیات هم هست اصلا نیستین الان ایونت ها که میگفتی ما ایونت میذاریم همه قُر میزنن حالا همه کنن یه سری ها قُر میزنن ولی هیچ کسی نیست که اون کارو انجام بده حالا مثلا دارم میگم نسل 3 تو همه چی هست اصلا کل رپ فارسی من اینجوری بودم که آقا همه دارن ببخشید منم یادم میشه مثلا نسل 3 چیزیه که الان من دارم تو بچه‌ها میبینم مثلا کسایی که قبل از این موج جدید توی مقبولیت عمومی بودن دارن قُر میزنن این نسل فلان نمیدونم ریل اینه این اینجوری آقا کار نمیکنین یک تو یک سال گذشته این موجی که قبل از این بچه های جدیدتر بوده به جز آلبوم فرشاد و آلبوم نوید هیچ کاری ندادن بیرون آه. خب چیکار کنیم ما؟ سال پیش ماهی یه دونه سینگل ترک یه دونه ای پی دو ماهی یه دونه خب نیستیم
معلومه وقتی نیستین این اتفاق میفته. نسل 4 میاد راجع به این قور میزنه که ساندکلات فلان. خب کار نذار رو ساندکلات. من میدونی اینو جوری تعمیم آقا کار نکنید کار ابعادی ببین من قور میزنی راه حل بدین. من اینو میخوام تعمیم بدم توی بازی تولید محتوا. خب 2 سال پیش 3 سال پیش 4 سال پیش 5 سال پیش تولید کننده برنامه در این بازی من و علی بودیم. بله. خب حالا آیا منطقیه که من بشینم یه گوشه قور بزنم بگم موقع که ما برنامه می ساختیم شما کجا بودی؟ حالا داری یوتیوب و فلان مثل میکن. چیز دیگه مثل عهد پیرین سنگی مثلا نسل 1 یا دیگه خب دودش نیستی دیگه. الان در 1 سال اخیر من جلوتو نشستم و به استراحت دارم میگم آقا من کار ندادم. خب علی تمرکزشو گذاشته روی منیجرینگ تولید محتوا. خب افراد دیگه اومدن و ساختن. من حق ندارم قُر بزنم که وای مارکت دارد به کجا میرود شما. نه آقا داره میسازه. اینو شما تعمیم بده به بچهای رپ کن. تو ایونتو گفتی ببین من میدیدم تو ایونت افرادی میومدن که من یادمه تو هم قطعا یادته این آدم‌ها شاید تا 3-4 سال قبل شاید حتی جرأت ورود به هیچ ایونتی نداشتن از حجم فیم. یعنی میدونستن بیایم تو همه چی به هم میریزه همه میخوان با ما عکس بگیرن ولی اصلا کسی نمیشناختشون دیگه. ماها که قدیمی تر بودیم میدونستیم این فلانیه چطوری داداش چاکرم و من واقعا ناراحتی رو تو چهره این آدم‌ها میدیدم. راهکار چیه؟ اینکه فضا رو ترک کنی بری گوشه وایسی بعدم بری؟ نه راهکاری که بیای بازی ببین اصلا اینا چی میگن. اشکان من به واسطه چند تا از این ایونت ها یا حالا کنسرت مهدی و اینا تونستم ببینم که اصلا این بچه های طرفدار جرن جدید چی میگن. آره نسل جدید چه سن ببین اینا اصلا تعارف نداریم. سن مهمه اشکان. ما سنمون شاید با اینا فاصله داره. داره دیگه شاید. آره داره یک تفاوت نسلی این وسط. اگه میخوای تو به عنوان تولید محتوا به عنوان رپر به عنوان هر فعالی تو این بازی زنده بمونی باید با تمرکزت تو بذاری روی نگاه جریان مخاطب جدید. اگه نه برو تو همون خونه. مثلا حرف من اینه مثلا من با خیلی از بچه‌ها حرف میزنم میگن نسل جدید فعلا. آقا یه بار با اینا نشستین صحبت کنین، یک مرتبه نشستین با اینا صحبت کنین یه ربع نیم ساعت بگین آقا چرا این کارو نمی‌کنین؟ خب مشخصه این کارو نکردین اونم نمیاد این کارو با تو بکنه. هیچ فیم شدنی بی دلیل نیست. معلومه این خیلی مهمه. من الان به یک نتیجه رسیدم مثلا یک سری از این رپ کنه کار نداریم مثلا خوب یا بده ها. اصلا من اینو فاکتور میگیرم. ببین یک سری از این رپ کنه جدید هستن. من الان قبل اینکه برنامه شروع بشه داشتم برای تو راحت میگفتم به نظر من از نظر ساختار موزیکی یارو بده. خب اما تو نگاه میکنی ویو داره فیم داره ویدیو خوب ساخته یک دلیلی داره که الان جریان روی نگاه مثبت داره. تو باید اون دلیل رو پیدا کنی یا تمرکز روی این ببری که سبک کاری خودتو ببری رو دقیقا. یا نه بیا یه فرمول جدید پیدا کنی اه فلانی با کلیپ اومده بالا پس کلیپ جا داره. آقا من بهم ثابت شد به واسطه جریان جدید که تو حتی میتونی پکیجی رپر بدی باشی اما کلیپ خوب بسازی و فیش. آقا من از قدیم مثلا امیر تتلو رپر بدیه کاری به ملودیش ندارم کنسلم شده کلن یعنی اصلا امیر تتلو رپر بدیه هنوز تکوافیه رپ کامل نیست. همینه هر جا رپ خونده همین جوری خونده ولی خب تتلو طرفدار داره. حالا تو باید بررسی کنی به خط کش من تتلو آرتیست افتضاحیه کلن ولی وقتی طرفدار داره به من چه چیکار کنم؟ فوقش من میگم ایده بگیری. من میگم اشتباه من اون مسیر رو نمیرم یه کار دیگه این میکنم که آدمو بیاد تو چششون. حرف کلیه من اینه اگر این راه حل ما هر چند سال یه بار بهش رسیدیم دقت کردی بابا بیاید به قرآن این استخر رپ فارسی هی کش میاد کسی جای کسی رو تنگ نکرده بیان هی کارهای بزرگتر بکنیم. این که بشینیم گوشه یه خونمون بگیم اینا چرا دارن این کارو میکنن تو همون کار قدیمت هم داری انجام نمیدی. باز میگم من تو زندگی کسی نیستم قضاوتم نمیکنم. همه 1000 تا گرفتاری دارن شما هم کم و بیش از گرفتاری زندگی شخصی من خبر دارین خود شما ها که اینجا ولی یا نیستی حق اعتراض نداری حق اصلا حق اعتراض نداری اصلا. من کسی قور بزنه واقعا گردن نمیگیرم چون نیست مگر اینکه کسی بوده کار کرده. مثلا چرا فرشاد میشینه پیش من صحبت میکنه کاملا دغدغه‌شو درک میکنم و میدونم راجع به چی داره صحبت میکنه و دغدغه‌ش دغدغه من هم هست تو همه کارام هم لحاظش میکنم. اما وقتی اوت آف نوور یه نفری که 2 سال کار نکرده از ناکجایی هو میاد میگه این اشتباه نبودی حرف نزن اصلا حرف نزن. آره واقعا بحث فرشاد گفتی نیستی اصلا حق اعتراض نداری یا باش بیا همه دست تو دست هم کمک کنیم. مگه بچه های جدید به من زنگ میزنن کمک میخوان من چیکار میکنم؟ مگه من و معراج مثلا از کجا اومدیم؟ من و معراج با نسل قبل از این جدیدا اومدیم دیگه.
مگه اونا از ما کمک میخوان؟ کمک نکردیم و نمیکنیم. تازه اگر برای یه سری ها منت میذاریم که داریم کمکتون میکنیم، خیلی جاها برای بچه های قدیمی تر بی مزد و منت، بدون اینکه حتی یک کلمه جای اسممون باشه یا خواسته باشیم اسممون باشه کار کردیم. بیاید یه ذره فضا رو باز کنیم. به قرآن هم این موزیک طرفدار داره، هم دریل طرفدار داره، هم ارکسترال طرفدار داره، هم نیو اسکول طرفدار داره، هر کسی طرفدارشو داره. و اتفاقا اگه یارو داره دریل گوش میده، قطعا من خودم با موزیک دریل حال نمی کنم، اصلا خوشم نمیاد. خب به عنوان یه صنعت و سرگرمی نگاش میکنم، حتی به چشم رپ هم گوش میدم. آره اوکی گوش میدم، ولی به چشم رپ نگاش نمیکنم، به چشم یه سرگرمی و یه صنعتی که حالا داره پول در میاره نگاش میکنم. ولی اگر یک شخصی داره یک موزیک نازلی دریل رو نمیکوبم و دارم ساختار تو خود آهنگسازی ساختار دریل دارم راجعش صحبت میکنم، یک موزیک نازلی مثل دریل داره گوش میده، قاعدتا میتونه ساختارهای سختتر و پیچیده‌تر رو هم درک کنه. خب چون دریل واقعا سهل ممتنه، نوشتنش خیلی کار سختیه، موزیک خوب دادنم توش خیلی کار سختتریه. و اگه کسی داره دریل می نویسه واقعا سهل اوکیه. سهل چی عزیزم؟ سهل ممتنه. به خدا اینجوری نیست که الان فقط دریل میگیره. یه زمانی یادت تو دیگه یادت دیگه ترپ چقدر مود بود؟ ترپ چی شد؟ تموم شد دیگه. دریل هم یه روز آره دیگه، آره دیگه خوباش هست، خودش دیگه ترند نیست. دریل هم همینه. ببین الان مثلا هیپاپولوژیست و شات اوت تو سروش، هیپاپولوژیست همه مثلا فکر میکنن خیلی رپر دریل خوبیه، سروش موزیکای اولد اسکولش باعث هیت شدن سروش شد، پس هنوز اون موزیکا خواستار داره. تو نمیتونی بگی مثلا جیزی، ام ان ام، ناس اصلا تعداد کارهای غیر دریل سروش از دریلش بیشتره، دریلش کمتره. حرفم اینه، خیلی هم حرف زدم، حرفم اینه که تو رو خدا کار کنین. رپ فارسی فقط به یک چیز احتیاج نداره، به انواع و اقسام ساب ژانرا و تو هیپ هاپ فارسی نیاز داریم که این بشه هیپ هاپ فارسی. نمیتونیم بگیم اینا دیگه الان اومدن ما کار نمیکنیم. آه تو فکر میکنی این کار غلطه؟ تو کار خودتو بکن، تو کار خودت هم نمیکنی. آقای ایکس ایگره که اسم نمیارم، شب فردا این برنامه پخش یه ساعت بعد داریم با هم فوش و فوشکاری میکنیم، تایشم میدونین حرف من درسته. وقتی به هم کمک نمیکنیم و نیستیم، قر نزنیم. به اونایی هم که دارن یه کاری میکنن الکی نپریم. ببین خیلی وقتا جدیدن من و مهراج خیلی داریم به این برخورد میکنیم، مثلا یه آرتیستی رو میبینیم تیکه میندازه، آره با فلانی کار میکنه، خب نیستی چی کار کنم؟ چون تو نمیخوای کار کنی من میشم گوشه خونه وای نمیستم، من کار خودم رو میکنم. چون اسم فرش رو بردی بگم اینو، و میدونم هم که مشکلی نداره این قضیه رو نقد کنم، چون اصلا بهش قول دادم هر جایی برم اینو میگم. واقعا داشتیم با فرشاد صحبت میکردیم و همین بحث صحبت تو بود پیرامون اینکه آقا ایکسی از بچه ها کم کنه، و یه حرف باحال زد، گفت در دو سال اخیر تو بیا یه نگاه بکن، یه آلبوم مثلا گوزن رو داریم، آلبوم نوید رو داریم، یه آلبوم نویسنده فرشاد رو داریم، آلبوم بهرام اومده دیگه. آره. بچه ها آلبوم نمیدن و فقط دارن غور میزنن به نظر من. ترک هم نمیدن. خب. من خودم دیروز که بامداد کار پخش کرده بود واقعا یادم نمیاد آخرین بار که کاری از بامداد بود. بچه های جریان قبل رو اینم خودش از روانشناسی قابل بررسیه، بچه های جریان قبل یک پیری زودرس گرفته و همه اینجوری هن که اسما که گذشت بابا، یعنی چه تو که گذشت 32 سالت تش دیگه، کار بده بیا بازی کن. نه به ما موقع که باید سرمایه‌ای نرسید، به ما نرسید، اوکی شرایط موقع اینجوری بود، الان سرمایه هست، الان میتونی کش بزنی. خیلی از قدیمی‌ها با جدیدان اونقدر اختلاف سنی نداره، همشون مثلا سروش با سروش سروش نزدیک 30 دیگه، تفکر فرق داره، از من هم بزرگتر، از سروش 72 دیگه، سروش پاولوژی سروش 70 هیچ کسو نمی. حالا بحثم چه دیگه‌ای بودش، این تفکر پیری زودرس متأسفانه جهان قبلی رو گرفته. بعد میدونی این چی باعث، بابا بزن منم بگو تا بگم. نمیگوش این پیری زودرسه باعث میشه ببین مثلا قدیم یک سینگل ترک هم از یه آرتیستی میومد پروداکشن تصویری داشت، یارو یه هفته تیزر میداد کلی هایپ میکرد، الان یارو صبح بیدار میشه زرتی کارو میذاره فلان جا، بابا یه کاری کن، یه هایپی کن این کار رو، تو با خونه دل داری یه کاری رو تولید میکنی، خوب ارزش کن. اصلا پکیج یه چیزی بود، یه تو انگلیس الان یه فروشگاهی را افتاده، شما ببخشید میتونی گوه سفارش بدی بفرستی در خونه مردم تو بسته‌بندی قشنگ، با یکی مشکل داری میری تو اون سایته میخوای برای مثلا برای یارو میتونی گوه سفارش بدی تو بسته‌بندی قشنگ. این خودش ایده است دیگه، ما الان مارکت فارسی کلی گوه داره با بسته‌بندی قشنگ،
بدون هیچ بحثی همه قبول، تو هم قبول داریم، هیچ کی نمیتونه قبول نداره، ما کلی کس و شعر داریم تو رپ فارسی با بسته‌بندی قشنگ. یارو با بی ام وی ایکس اون چیه آی 7 و نمیدونم تبلیغ اسپانسر بتو کیت اینتر میلان داره موزیک ویدیو میده، بعد فردا همه گوش دادن حمید صفت هم موزیک هم تقدیم میکنه به روح بزرگ هایده، بعد حمید صفت میشه حمید صفت. خب این کسشره و مردم دارن گوش میدن. حاجی من اصلا حمید صفت تو خونه علی میشینی ویدیوشو میبینیم ناراحت میشم بابا. کیفیت خوبه، همون ناراحت میشم که چرا این کیفیت دست تو دارن کسشرو میکنن تو پاچه مردم دوغ آبلی. خب پس آقا کار به این قشنگی، کارهای درست، کانسپت های درست. بعد ما که هرس میخوریم میگن خب چرا شماها هیچ کاری نمی کنم، من چی کار کنم؟ هر روز به همه تونم زمین بزنم جواب همه تون نه خدافزه. خب نه خدافز همین همین مثلا برنامه که شما میسازید اگه به این آدم رو بگید میگن نمیان. نمیان. من تجربه کار کردن با دوتا نسل متفاوت رو شاید سه تا نسل متفاوت رو دارم. هرچی جریان قدیمی تر سخت تر میاد، به قول خودمون ادا اطفال بیشتره. آره از نسل یکم آره کار کرد و بچه جایتر اینجوری هم تو ببینیشون حاجی ایده دارم داستان اینجوری لیتس گو بریم، ولی تو هرچی میای عقب‌تر حالا بذار فکرامو بکنم چی قراره بگیم. آره. داستان تش همینجوری که من گذشته این چیزا. بذار مثال هم بر تو بزنم، یه موزیک ما داشتیم کار میکردیم اسمشو میگم دیگه، کارتلانه رو داشتیم کار میکردیم، بعد ما یه گروهی داشتیم، تو گروه بودیم، های بچه ها بودن و کار اوکی شد و من گفتم خب بچه ها ما 4 رپ کن داریم از 4 ساید متفاوت، یه پرودوسر خوبم داریم، ما باید این کار رو کلیپ کنیم واقعا، یعنی تو خودت الان بشین رو بررسی کن این کار رو کلیپ نکنی چی رو میخوای کلیپ کنی. همه گفتن خب اوکی و فیلانی، گفتم بچه ما یا این کار رو کلیپ میکنیم یا اگه کلیپ نکردیم حداقل یک تیزر تصویری ازش میگیریم، حیفه سخت پیش میاد که این ترکیب کنار هم توی قاب تصویر بیاد. طبیعتا سروش نفر اول گفت اوکی من همه جوره هستم و ما استار زدیم برای کار تصویر با یک تیمی همکاری کردیم. آخرین نفر منتظرم بشنم چون گوش ندارم. استوریشو بهمون داد و من استودیو بردم برای تیم و خب سبک موزیک کارتلانه کنایی بود، یعنی بچه ها داشتن از عشق صحبت میکردن ولی این عشق کنایهی بودش به پک وید جوینت، یعنی انگار دارن جوینت میدن، دارن مواد مخدر مثلا میدن، مواد محرک ولی آره محرک، ولی دستشن از عشق صحبت میکرد، پس طبیعتا کلیپ هم باید کنایی میشد، یعنی اینا باید یک دیلی میکردن، پک به هم میدادن. همه با این مشکل داشتن که آجی اما گذشته دیگه زشته، و هم گفتم یعنی چی بچه دارید کلیپ میسازید آرتیستید. مثلا یکی وسط میگفت آجی برا من با این سن و سال زشته که توی تصویر نه خیلی نمیگم برا من خیلی زشته با این سن و سال رو موتور بشینم. آره برا من زشته که با این سن و سال رو موتور بشینم. گفتم برادر من کلیپه، فلان آرتیست تو فلان کلیپش لخت میشه، من نمیگم لخت جلاغت، تو میخوای فقط پشت موتور. نه آجی اما گذشته دیگه ما پیر شدیم. ساره بعد یعنی چی من نمیفهمم اینو. یا مثلا فرض کن من با یکی بچه ها کار میکردم، یه ترک با هم رفتیم، بعد بهشون گفتم فلانی یه ایده دارم برات، اون موقع مثل الان این قضیه مود نبود، گفتم ببین ترکت که ریلیز شد حالت فراخوانطور به دوستا رفیقای دورت بگو که با موزیکت یه استوری بگیرن، استوری کن تو، این جو میفته تو طرفدارات، طرفدارات شروع میکنن استوری میگیرن و تو تک تک ری استوری کن، این یک تبلیغ غیر مستقیمه، یعنی منی که میدونم تو کار دادی و نمیخوام کارتو رو به هر دلیلی گوش بدم، ناخودآگاه تیکه کارتو رو تو استوری فالوورام میبینم، این ترغیب میشم که من بیام کارتو رو گوش بدم. خب و واکنش من اینجوری بود که آجی اینا دیگه لوسبازیای مارکته، من گذشته گذشت ولی این کار مده، همه دارن انجام میدن، من ببینم که همین کار خود اون طرف داره انجام میده. چاشو تام بهش گفتم، گفتم فلان یادت من بهت کی گفتم اینو، گفتی لوس بازیه فلان، حتما باید بقیه انجام بدن. بابا بیاین خودتون انجام بدین، این گارد در برابر نوگرایی و کار جدید من نمیدونم از کجا داره میاد. ببین تو 10 سال 12 سال تو این جریانی، بله تو 10 سال تو این بازی، من 8 سال تو این بازی هم، به خدا ما میتونیم یه گوشه بشینیم و بگیم از ما که گذشت 30 سالمون شده دیگه، ما رو چه به رپ فلان، اگه قرار کار کنیم کار کنیم، اگه قرار نیست کار کنیم غور بزنیم و تکلیفمون رو بدونیم، بشینیم یه گوشه غور بزنیم دیگه. بیاید در مجموع دارم میگم
فارغ از این که کجایی ارتباط دارید با هم دیگه ندارید، نسل یکین، دوین، سین، چهارین، شاید با این رویه‌ای که داریم پیش میریم که یه سری نیستن دیگه، اصلا یه اسمن که اینا هم تو تاریخ بودن، با این رویه بخوایم پیش بریم، چیزی به اون اسمی از هیپ هاپ فارسی که 20 سال پیش شروع کردین باقی نمیمونه. آجی اگه دو سال پیش ما همیشه پیش بینیامون درست از اگه دو سال پیش گوز منتشر نمیشد، جریان آلترناتیو هیپ هاپ وجود داشت الان؟ واقعا نداشت. در طوفان نسل 4 به اصطلاح رفته بود این قضیه. وقتی یک آلبوم از یکی از کاراکترهای مهم این جریان میتونه یک جریان رو حفظ کنه، تو فرض کن ما 6 تا از این دست آلبوم داشتیم. کلیپ داشته باشی. کلیپ داشته باشی. مصاحبه هر چیزی. حالا بحث راجع به علی صرف نیست و علی خب تو هیچ کدوم از این مسائل ورود نکرده، محترم هم هست، اما همیشه به موقعش خیلی علی خب جوابش هم داره میگیره، ولی اون آره نه علی جواب میده ولی ضد روشه، علی ضد فرموله، بدون خدایی همیشه هم هوای همه رو داره، یعنی دورا دور اگه جایی شرکت نمیکنه، مثل یاسر اگه جایی شرکت نمیکنه یا خودشون فعال نیستن، واقعا دورا دور هوای همه رو دارن. مثلا مثال نمیزنم کسی، ولی بیا کار کنیم. اگر واقعا عشقی به هیپ هاپ دارین که ندارین، اگر نیستین ندارین. ببین من بعضی وقتا واقعا عصبانی میشم از یه سری ریلیزا، از یه سری حرکات، از یه سری حرفا واقعا عصبانی میشم. معراج دیده من چه شکلی عصبانی میشم یه سری کانتنت ها رو میبینم، چه حالا چه موزیک، چه ریاکت، چه هر چیزی، ولی میگم خب پس باید بسازم دیگه. آره. دیگه راهی نیست، چون مثلا زنگ بزنم به رو فوش خواهر مادر بدم بگم فلان فلان شده ننه فلان پدر، خب نمیشه که. خب یه بار زنگ زدی یارو چهار تا فوشم به تو داد، تموم شد قضیه. دوباره این اتفاق میفته. اشکال یه چیزی یا باید گفتی. مقابله به مثل کنی با تولید درست، با کار درست، بعد خط کشام متفاوته، شاید از نظر یکی دیگه اون چیز درست باشه، از نظر من غلطه. خب یا باید با خط کش خودت درست کنی این کارو، یا تو حرف نزن دیگه. ببین تو این سی الان گفتی کلیپ چرا مثلا از فلان آلبوم نبود. چند وقت پیش ما با علی داشتیم بررسی میکردیم که شروع ترندینگ جریان جدید از چه طریقی اتفاق میفته. انگار یک سوپر منیجر نشسته تمامی رزومه و هیستوری جریان قبلی رو گذاشته رو کاغذ و گفته خب چه کارایی رو اینا نمیکردن، ما بریم همونا رو بکنیم. ببین بچهای جریان قبل موزیک ویدیو نمیدادن، اینا موزیک ویدیو میدن. همه رو میدن. بچهای جریان قبل لایو نمیذاشتن، اینا میذارن. جریان قبل اینجوری بودن که انگار یک گاردی بود مبنی بر این که نه ما نباید لایف استایل تاگ لایف هیپ هاپی داشته باشیم. اینا دارن، نمیدونم زنجیر فلان، استایل فلان، لباس ویسا. قبلی انگار اینجوری بودش که خب من اگه میخوام حتی عکس تو اینستاگرام از خودم بذارم، یه عکس سیاه و سفید کج میذارم با یه هشتگ فلسفی، با یه کپشن فیلم. اینا دقیقا برعکسن، اصلا سبک ادبیات. اصلا کامنت نمیذاره، یارو کپشن نمیذاره، آفر یه عکس میذاره فقط، یه ایموجی تهش حال بده. این نشون میده واقعا طرز تفکر پشت این جانه. من ناراحت میشم بچه ها میگن نه آقا یلخی، اصلا یلخی نیست، کار کاملا داره بر طبق اصول مارکت انجام میشه و انگار قشنگ جوری که خب شما این کارو نمیکنی، من این کارو میکنم، ببینیم چی میشه. و دارن جواب میگیرن، اینا رو یوتیوب فارسی ان دارن لایو میذارن، موزیک ویدیو میدن، عکس بچه‌ها و دوست دخترشون میذارن. اشکال این کار تابو بود یادته؟ انگار مثلا رپر نباید دوست دختر داشته باشه. من دیدم مثلا فلان رپر رو تو یک اجتماعی با دوست دخترش میدن، همه جورن که تو هم اگه دوست دختر داری، آره آقا داره، اینم آدمه، اینم یک آدم غمگین دپرست گوشه خونه، اینجوری نیست که فقط سیگار بکشه. بزنین فرشاد با یه آرتیستی حرف میزنه، بنداسه گفت میخنده فرشاد. آره میخنده، خب و این تابوها شکسته شده. من خودم شاید تا 3-4 سال پیش برنامه می ساختم، شرایط برنامه اینجوری بود که اصلا نمیتونستیم یک سری حرفا رو بزنیم. ما زمان پادکست نمیتونستیم شوخی کنیم با آرتیست، واقعا نمیتونستیم. زمان برنامه صوتی واقعا نمیتونستیم شوخی ما کنیم. نمیتونستیم بگیم بالا چش فلانی ابروه، یه چیزی میگفتیم خود یارو هم میخندید، برنامه میومد شما کی باشید که فلان بابا یارو خودش داره میخنده، من دارم میخندم، رفیقم تو چی میگی؟ این تفکر بت پرستانه تابو شکست و من اینو واقعا ریسپکت میدم به جان جدید. کار ایناست واقعا. تو همین الان نحوه تفاوت کاور آرت های بچهای جدید با قبلی ها ببین. من کاور آرت جدید رو واقعا دوست دارم، من دارم از ترندش حرف میزنم. ببین ما میگیم آقا فلان چیز بده، خب ولی داره جواب میگیره، پس چه اتفاقی داره میفته؟ مثلا چرا دور میری، هم ترک چند روز پیش چرسی و دورچی کاور رو دیدی؟ دو تا کاور کپیه، کاری ندارم بابا، دوتاشون وایستادن جلوی دوربین، تا
تصویر خودشونه، حالا با هر استایلی. بچه‌های قبل کدوم این کارو می‌کردن؟ عکس خود، اصلا عکس خودت اگه می‌ذاشتی رو کاور فول بود. یادته آجی مگه آره. پاپی تو این کارو می‌کنی؟ آره. الان همین کار موده. ببین ما مثلا سر آلبوم فرشاد عادت داره همیشه یه شمایلی از خودش روی کاور آلبوماست دیگه. ما همیشه سر این داستان داشتیم. چرا عکس خودشو میذو؟ آقا آرتیست عکس خودشو باید بذاره رو کاور آلبوم، دوست داره عکس خودشو بذاره دیگه. یعنی چی؟ سر نویسنده چرتوپت گفتن، سر 404، سر چی بود گفتن چرا پوشش کرده بدونی؟ خدا یادم نمیاد. سر یکی از این آلبوم خب چرا کج گرفتی بابا؟ به تو چه ربطی داره؟ اصلا تو یک جاذبه بصری داری، تو یک متریالی داری برای تبلیغ، چرا استفاده نکنی؟ خب قبلنا یاد تو حتی تیزر دادن فول بود، میگفتن کارو یهویی بدیم. بابا چی چی یهویی بدی؟ یه کاور لیک سال کلاب تو یه ترک کلافت. خوب دستته. اگه این ترک رو هایپ نکنی چی رو میخوای هایپ کنی؟ قبلا دقیقا برعکس بود، هایپ کردن ترک انگار مثلا کار زرد بود. نه آقا ما یه ترک داریم میدیم بالا رو سال کلاب، خدافظ. چه ساعتی میدی بالا؟ 4 صبح. چرا 2 صبح کار میدی بیرون؟ یا تاشکا مود بود 2 صبح 1 صبح؟ چرا من اصلا نمیتونستم اینا رو بفهمم. و الان هم میگه اینها به نظر من توسط مارکتینگ جهان جدید داره به سخره گرفته میشه. بچه‌ها اول یه استوری میذارن، یه توییت میذارن، یه اکت رو تلگرام میدن، هایپ میکنن رو یوتیوب تبلیغ میکنن، تیزر میذارن، عکس میذارن، ترک رو میدن، موزیک ویدیو رو میدن. و تو مقایسه کن اینا رو با فرموله بازی قبلیمون. و میگن خب چرا پس ما رفتیم روز کنار؟ روز جلسه سایفر روک، اولین باری که ایده سایفر روک یک و با بچه ها شاید سایفر دو سه امسال در کارش و هم گفتیم سایفر روک یک. بعد روز جلسه من یادمه معراج گفت بیاید یه عکس بگیریم. آخ آخ چه نکته ای گفت. دعوا شد، پریدن به معراج بچه ها چرا میخوایم؟ آه یه عکسه. بعد من و معراج هم نمیخواستیم تو تصویر باشیم و خودتون بشینید یه عکس بگیریم. یه بار تو ذهنت آرتیست های سایفر رو مرور کن. خب اول اینکه الان این آدم ها رو واقعا سخته کنار هم بذاری، شاد نشده میگه. خب من این جمع رو دیدم، جدا از اون فارغ از آرتیست که داشتن میخوندن افراد دیگه هم بودن. می تیشور بود مثلا قدمه به نام قزل، آدم هایی بودن اونجا که آرتیست نبودن، چند سال بعد آرتیست شد، چند سال بعد آرتیست شد. اصلا خیلی جمع خاصی بود. من به عنوان یک پلن مارکتی گفتم بچه من و علی نمیخوایم وایسیم، فکر نکنید ما میخوایم از شما فالوئر بگیریم. ما خودتون یه عکس بگیرید، کپی رایت عکس هم با خودتون یه سال دیگه پخش کنید. سر تیزر سایفر که پخش کردی بیاد حالا الان یادت رضا کدورت ها برطرف شد عکسش هست، ولی حالا کدورتی هم نبوده که برطرف شه، صرفا تفاوت نظر مارکته. خب خواستم به اینجا برسیم در یادآوری این خاطرات که کارهایی که الان عرفه در جریان مارکت این موقع تابو بود. تو ببین چه فشور من اصلا اینا رو من برای کی بگم باور کنه؟ من جدا تو میتونم بگم تو خودت بودی و اینا رو حس کردی، تو موقع خودت پرودوسر بودی و یادته. اصلا این کار عکس گذاشتن از خودت توی پیج اینستاگرام به اون یک آرتیست کار فولی بود، تو نباید این کارو میکردی. بله تمرکز کجا بود؟ توییتر. حالا به هر دلیلی جامعه آماری سمت توییتر بود. چرا؟ تو میتونی هم تو توییتر باشی هم تو یوتیوب باشی، اسپاتیفای باشی، ساندکلاد باشی. نه نه آقا ما تو ساندکلادیم تو توییتریم، ما فرق داریم. چرا؟ حالا این بحث ساندکلاد که گفتی چیه داستانش تو بگی؟ ساندکلاد نکن، نه نرین ساندکلاد. چی کار داریم با ساندکلاد؟ بسه 4 ساله من دارم میگم ساندکلاد نذارین. آخه ما یه زمانی میگفتیم بیاین ساندکلاد همه. من اون زمانم میگفتم ساندکلادو به چشم یک مرجع پخش نگاه نکنین، بیاین مثلا آخه یزید اون موقع همه داشتن تو کانال تلگرامشون. آره از تلگرام تونستیم بکشونیم رو ساندکلاد. اشکان آرشیو رپ فارسی من موقع به شوخی تو پادکستام اون موقع میگفتم در حد فاصله 94 تا 96 نیست، کجاست؟ تلگرام رفت، اصلا وجود نداره، چون همه کانالام فید شد، نه تو گوگل هست نه تو صفحاتشون. چی بود اون موقع رو کانال تلگرام میذاشتن همه؟ آره ولی حالا بچه ها نذارین ساندکلاد کاراتونو، بسته دیگه ساندکلاد نذاریم. اما خیلی نمیشه الان یه هول نذاریم. ببین ما الان مثلا 5 ساله ببین من یه کیس استادی با کیس استادی صحبت کنم با موفق. ما الان 5 سال اول کارهای فرشاد رو میذاریم رو اسپاتیفای، بعد میذاریم رو ساندکلاد. 2/3 کارهای یک سوم بیشتر از کارهای فرشاد روی اسپاتیفای بازدیدش از رو ساندکلاد بیشتره. پس نتیجه میدهد، نمیتونیم بگیم نتیجه نمیده. من اصلا به طرفدار فرشاد مثلا دایرکت میدم میگم فلان کار رو ساندکلاد نیست،
میگم بیا برو اسپاتیفای گوش کن یا برو عزیز دانلود کن نوش جونت. من اینو میدونی تجربه خودم چوری بهت بگم، من با سروش تازه آشنا شده بودم، داشت کار اولیاشو میداد اتاق قبل اتاق مدرسه موش ها بود و آره، سیتالوپرام و فلان و اینا، بعد داشتیم ما هم صحبت میکردیم و اون موقع تمرکز اینجوری بود که ما هنوز تو دوره گذار از بین کانال تلگرامی و سانکلاد بودیم، یعنی یه دی هنوز تو کانال تلگرام بودن، یه دی که آداپتتر بودن میومدن میذاشن رو سانکلاد. خب و میدم که سروش همه کاراش تمرکز اصلیش رو اسپاتیفایه، میذاره رو اسپاتیفای ویوشو میخوره بعد میاد رو سانکلاد میذاره. و من بهش قُر زدم، داش یعنی چی کارات پیدا نمیشه اینجوری؟ گفت این روی کرده منه. و من منتقد بودم، گفتم داداش تو اصلا در جایگاهی نیستی که این جریانو ایجاد کنی، تو نیاز به شنیده شدن داری، باید اول کارتو بذاری سانکلاد. گفت نه من مسترم بذارم رو اسپاتیفای. اولین کسی بود که رکورد اسپاتیفای تراپ فارسی زد، رکورد ویو میلیونی رو زد و پاش وایساد. من خودم موقع مخالف بودم، گفتم داداش تو نیاز داری کارت شنیده شه، اسپاتیفای سخت میرن بچه. گفت آقا بیان، من کارم رو اسپاتیفای سورسم، باید بیان. و اونقدر روی این ایده مسترانه وایساد تا سورسش هم رفته اسپاتیفای. آره بعد الان من نمیفهمم، ما وقتی چارت میکنیم سانکلاد چارت فلان چارت کاری ندارم، دو سوم بازدیداتون فیک، خودتونم میدونین خالی نمندین، برای من درو، برای من بازی نکن. حاجی میدونن من دو سه بار یقشون کردم، گفتم تابلو خالی نمندین. نه من دو سه بار، چون میدونی کم زبونم تنده، مثلا فهمیدم، گفتم حاجی میدونی فیکه یا دارم؟ گفتم میدونم تابلو، یه سری بازیدا فیکه دیگه. من قبول نمیکنم موزیکی که امروز بیاد فر پس یه هفته بعد میلیونی شه درو چرت و پرت محض. نمیدونم الان واقعا اومد به چالش بکشه، ولی هست تا دلت بخواد هست دیگه. بعد اگه دارین چارت چارت میکنی سانکلاد، اولا که وقتی تو امروز کار میدی فردا تو چارتی، زبون فارسی 10 کشور در جهان بیشتر گوش نمیدن، یا بازدیدات اشتباهه، یا پلتفرم اشتباهی داری بازی میکنی، یا زمان بیا تو رپه که من باز دیدم 300 هزار تاست تو 2000 تایی با فونت قرمز مسخره بازی در این. اگه دنبال یه چالش جدین بیاین اسپاتیفای، قشنگ اسپاتیفای هم چارت داره، بیاد ببینیم اسپاتیفای تو 1000 کسی میره از خودمون سانکلات. من افتخار میکنم اگه کسی بره سانکلات، زمین خلوت هر جایی هر جایی مثل هر که... جایی آقا هر جایی به جز سانکلات، بیاین ببینیم کی چقدر میخواد. الان هم داریم کار 1 میلیونی داریم، 2 میلیونی داریم، دوش جونتون، چون فیک زدن روی اسپاتیفای به مراتب کار سختریه. من اصلا بحث پلی منظورم نیست، من بحثم اینه که آرتیستا توی سن و سالی ان و جامعه توی سن و سالیه که نیاز به درآمد دارن. سانکلاد یک قرون پول دست کسی نمیده. من الان روی کار شما تو سانکلاد شکایت بزنم، قبل از اینکه از شما هیچ سوالی بپرسه کارت میاد پایین. ولی یه سوال، یه سوال ارسلان دیگر یه بار تو چیز گفته بود، اینم من میپرسم، یه بار تو توییترش گفته بود، در جواب چرسی هم گفته بود، گفته بود راه درآمدزایی داره، بیا آی پی آی ایرانو ببند اینجوری که فقط با فیلتر شکن نمیده دیگه. مثلا آلبوم بهرام ایرانش اینجوری بود، ولی الان آی پی ایران هم ببندی، آی پی ایران شما ببندی، باز هم برای کسایی باز میکنی، یک آی فیلتر شکن بعد آی پی استاتیک باشه، یعنی اینکه وی پی ان پولی نداشته، وی پی ان پولی داشته باشی، دو اینکه خب الان خوبه که الان اکثرا پولی دارن بچه‌ها، و دو که مهمتره اینه که اکانت سانکلادت گو پلاس باشه. پس راه درآمدزایی هست از طریق باید یارو بره اکانت اسپاتیفای، باید بره اکانت ساوندکلاد بخره. خب یارو بخواد اکانت ساوندکلاد بخره، بیاد اکانت اسپاتیفای بخره دیگه. خب یه سوال دیگه، الان اینکه ساوندکلاد داره انحصاراً آیسن و پوری رو پروموت میکنه چی؟ ویدیو نظری نداره، شاید بچه های دیل مالی دارن با اونا، من راجع به اونا هیچ چیزی نمیدونم. آه پس تو همون پیج سانکلاد هم که میری بیشترین بازیداش باز برای همون باز بچه های اینا. همین حرف که زدم پرش افکار شد، سانکلاد زمین خلوت اشکان. ببین سانکلاد مثل اینجوریه که تو من میشنم جلوت میگه حاجی من بهترین فوتبالیست مملکتم، من فوق العادم، بازی اینجوری میگم اشکان کجا بازی میکنی؟ حیات دیگه استانی، حیات خونمون، تو کوچه‌مون. خب اونجا کسی نیست فوتبالیست خب تو کوچه شما نیست بابا. بعد اصلا ما بیایم رو اسپاتیفای، در خیلی از همکاری‌ها رومون باز میشه، در خیلی از موقعیت. ببین الان مثلا یه سیستمای اومده، هر کسی که داره نگاه میکنه برین راجبش جستجو کنین، یک سری سیستم ها اومده که شما میتونین کاراتونو به صورت کوین بفروشین به آدم ها، اون آدمه که میاد میخره کوین شما رو 1% از منافع و درآمد اون استریمر رو برمی داره. خب یعنی مثلا تو میای کوین کار منو میخری،
یک دهم درصد از پلی اسپاتیفای منو میخره. ترکو داری میخره. آره. با اون حالا وایسا. بعد شما میخوای بری توی سایت ها سابمیت کنی. میگه آقا خب ماسلی پلیرت چقدره؟ 10,000 تا 20,000 تا 100,000 تا ما زیر 1,000,000 کار نمیکنی مثلا. برو تو صف وایسا. ما وقتی داریم ساوند کلاد میلیونی میکنیم من یه مقایسه کردم مثلا فیوچر فکر کنم 20 میلیون مالتی سلر داشت فکر کنم یه بار که دیدم بعد همون ترکش که مثلا 5 6 میلیون 6 میلیون 7 میلیون داشت تو ساوند کلادش اصلا نخورده بود یا فردی گیبس بود فکر کنم فیوچر نبود اصلا ولی... حرف اینه آقا بیاین من همش دارم به بزرگ شد بزرگتر کردن این بازی فکر میکنم یه زمانی مافیای یاشار رفا و اصغر فلان و اکبر فلان بود شهرزو. آره ما اومدیم اکبر مدیا فایر رو سغرا سانکلاد رو کردیم آقا کارمون رو نذارید به درک میذاریم اینو فوکوف مثلا میذاریم این رو همه هم اش میکنه پلی هم تازه میخوره یه دوره باز مثلا سانکلاد فیلتر بود مردم حوصله فیلتر شکن نداشتن از سانکلاد هم پولی در نمیاد میگم خب چه فرق داره بذاریم سانکلاد بذاریم کانال تلگرام دیگه اینترنت بری باید فیلتر شکن داشته باشی میری میذارم کانال تلگرام هم دیگه حالا باز میگم بیاین یه لول دیگه بریم جلو با سانکلاد رو ول کنیم دیگه آره کم کم اسپاتیفای هم طرف هست میگه که آره اسپاتیفای سختته یوتیوب که میتونی بری نگاه کنی طرف میگه من پربازدیدترین آرتیست یک ماه اخیر سانکلادم خب یزید الان تو برای این پربازدیدترین آرتیست سانکلادی که کنریک نیست ویکند نیست دریک نیست فیوچر نیست حتی اگه ترکاشونو بیزارن اینا تو کوچه خونه شما بازی نمی کنن بعضیاشون حتی این آرتیست خوبا بیزارن ولی اصلا انگار اون تو کسی نمیره پلی کنه همه جای دیگه هم تو اسپاتیفای پلتفرم محبوب جهان سومه ما توشیم رپرهای عرب توشن ژاپن ژاپن توشن با رپرهای آفریقایی و آمریکای جنوبی مثل ونزوئلا و برزیل و امثال هم نیستن اصل بازی اونجا نیست اصلا چرا ما میگم اصرار نمیم تو این کوچه بازی کنیم میگم با حال هاسان کلادم ولی خب بیاین بازی رو بزرگ کنیم دیگه بابا مگه دنبال چیز نیستیم مگه دنبال بزرگتر شدن مثلا این آیدنتیتی رپ فارسی نیستیم به قول علی اسپاتیفای سخته بیا یوتیوب بذار اپل موزیک یوتیوب دیزر هر جا بری باز همونه دیگه بابا بعد آرتیستت هم یه حالی میکنه دیگه نرو کار اصلا نمیخواد کارم بخری دمت گرم نمیخواد کارم نمیفروشیم دیگه خب آرتیستت یه حالی بکنه برای موزیک بعدیش داره. یخ به قول پیمانیاره یه چیزی میگم آقا یخچال خونه من پر باشه وقتی در یخچالم باز میکنم میخوام برم پای پروژه بشینم وقتی یخچالم خالیه با چه پروژه بشینم عشق است بچه‌ها دمتون گرم راجب نکته سوال آخرم هم اینه که حالا توی اون کار منیجری و اینا داری چیکار میکنی تو با فرشادی من با فرشادم دو تا آرتیسته که نمیتونم اسم ببرم چون هنوز شاید اون موقعی که این اومده باشه گفته باشم ولی دو تا آرتیسته که کمابیش هم این چند وقت باشون کار کردم در واقع قابل حدسن ولی دو تا آرتیست جدید دارم باشون کار میکنم فرشادم که تاج سر چش منه اصلا باعث افتخار همکاری کردم با فرشاد واقعا همیشه برای من اصلا کل کریر من مدیون فرشاد توش بحثی نیست یه آلبوم دارم کار میکنم با فرشاد نه یه آلبوم دارم کار میکنم با یه آرتیستی یه آلبوم دیگر هم شخصا شبیه اون اینسترومنتاله که چند سال پیش دادیم دارم کار میکنم ولی اینسترومنتال نیست یه سری چیزم داره با بچه های نسبتا جدید بعد منیجر معراج هم جدیدن شدم جلسه هاشو برش همه های میکنم نشوخی میکنم بعد عوض جدیدنی ها معراج بیشتر منیجر منه خیلی من هول میده این بر اون بر که برو اون کارا رو بکن و اینا بعد دیگه همین دیگه شبکه رو اگه بدم واقعا به یکی از اهدافهای بزرگ ایم. کاریم رسیدم تو چرا منیجر هیچکی نیستی؟ اصلا یه کار دیگه میکنم تو چی هستی بگی تو من حقیقتش یه کاری نیست دوباره یک سنگ بزرگ دارم برمی دارم همین برنامه فارغ از اون در مورد منیجرینگ داشتیم گفتیم یه پروسه خیلی طولانی بررسی شروع کردم پیرامون رپرهای خفن و خوب تهران و داریم تلاش میکنیم که یک فامیلی طوری ایجاد کنیم اون آلبومه هم که من گفتم مرتبط با یک فامیلی طوری ایجاد کنیم توی تهران با چند تا از بچه ها صحبت کردم که ابدا متاسفانه نمیتونم اسم بیارم چون بهشون قول دادم که اسم اجازتون نمیارم که فشار رو تون نیارم و خیلی کار بزرگی میشه اگه اونطوری که توی ذهنم اتفاق بیفته یعنی صرفا متکی به یک سینگل ترک دو سینگل ترک نیست بحث خیلی بزرگتر از این حرف هاست داریم یه سری کارا میکنیم و
ببینیم چی میشه. ایوه دمتون گرم، مرسی. تو خودت کار جدید نمیخوای بکنی؟ من نه دیگه بابا، همین آزمون، همین رپ شو. آزمایشگاه چند تا قسمت قراره باشه این فصل؟ 20 تا مثل فصل 1. فصل 3 قراره چی کار کنی دیگه؟ تایم داری اشکا برای ادامه برنامه یا تایم نداری؟ آره دیگه آخرش یه سوالات دیگه داری؟ یه سوال میخوام ازش بپرسم. آره بپرسم. تجربه کار کردن با ما در فصل استیج یکم برامون صحبت کن. از کجاها تو سخت‌ترین قسمت به نظرت چی بود؟ سخت‌ترین مرحله چی بود؟ کجا اینجوری دیدی که فاک بابا دهنت یک سال زیر زمین استیج همش سخت بود دیگه، اصلا جای همش میگفتی دهنت دو تا سرویس بیشتر از همه همون هندل کردن آدم ها به نظرم، یعنی بقیهش باز نشوندن آدم ها، هم اون هم قبردن، هم حالا نحوه بلیط و فلان. من که اون رو کاری نمی کردم، ولی میدیدی جای صندلی ها مثلا من بیشتر اون برداشتم چیز میکردم، ولی واقعا عجیب بود. اصلا یه موقعی میبینی ازدحام جمعیت، اصلا تو نمیتونی کاری بکنی، فکر دیگه کار نمیکنه و خود شما ها عوامل هم فکر کنم اون جمعیت تاثیر میذاشت رو عمل کرده. من یک خاطره خیلی جالب از تو دارم برای مصاحبمون با چرسی و دوستیه که میکروفون قطع شده بود. خیلی شب بعد اون موقع این خاطره اصلا جذاب نبود، خیلی هم خاطره ناراحت کنی بود، ولی الان خاطره خنده داری. من یادمه که ما برنامه شروع کردیم، جمعیت هم خیلی زیاد بود، یعنی فکر کنم 500 نفر تو بودن حدودا. آره نزدیکش زیاد بود. بعد برنامه شروع شد، تو اون فضا آره تو اون فضا میکروفون قطع شد، صدا قطع شد و ما تو یک فشار وحشتناک بودیم. خب همیشه سیستم یک ساعت با زیر زمین اینه که تزریق آرامش ناخودآگاه بر شونه منه، یعنی همیشه بچه ها همه دیتونه هم میگن میرا چیکار کنیم فلان، چون من تو مدت زمان پروژه خیلی سعی این خودش تزریق غیر آرامش هیچی نمیاد سراغ، همه از علی فرار میکنن، منتظرم اگه لبخندی بذارم که آقا چیزی نیست. من اومدم با یک حالت لیتس گو که بچه آروم باشید، اومدم تو بکستیج، دیدم که بازار شام بکستیج، یعنی همه رنگا پریده دارن میدونن این ور اون ور فلان. بعد یکی از فیلم بردارامون سمانه اومد و گفت چیکار باید بکنیم الان وضعیت چیه؟ گفتم آروم باش، همه چی خوبه، کارو درست میکنیم، بذار ببینم ما اینجا کم مهندس صدا نداریم، بذار ببینم باید چیکار بکنیم. اومدم سمت دستگاه، دیدم که خب سهند و شروین بیچاره دارن رگباری تست میکنن، هم میگن اصلا نمیشه از اونجا، هم مشکل از اون لوکیشن، هی جورن که نمیشه آقا نمیشه باید چیکار کنیم فلان. من یک گوشه کادر رو نگاه کردم، دیدم تو دوزانو تکیه دادی به دیوار، اینجوری بودی. یعنی از چهره تو داشت یا از میپاچید بیرون، من تو رو دیدم خودم خالی کردم، خب تموم شد اشکال خودش اینجوری زان. ببین خیلی هرشون اون قسمت تو زانوت جمع کرده بودی، صدای کار مثلا کار سهن یا شیرمین بچه ها نبود، تو زودتر فهمیده بودی، تو زودتر فهمیده بودی که کار اینا بیفایده است. ببین اینا داشتن دست و پا میزدن و تو اینجوری بودی فایده نداره، هیچ کاری نمیشه کرد. نه یه تیکه دیگه هم سهن اومد گفت آقا از اینجا به بعد دیگه به من رب راست میگه. دقیقه 3 برنامه من و مهراج تو برنامه تو مصاحبه بودیم، یهو دیدم تو گوش من داره صدای سهن میاد و اصلا من اینجا بودم، سهن اونجا داشتم، گفت من مهندس صدای برنامه شما نیستم، سهن از دور داشت میگفت من مهندس صدای شما نیستم، و یه دست تکون داد جمع کرد رفت. گفتم آقا بگیر اون سهن یکی اون قسمت خیلی قسمت عجیبه. از مجموع اتفاقات در از من 7 قسمت استیج میشه دو تا رمان 500 صفحه‌ای درام ساخت، آره خود سپر رو جریان میشه، درام های خیلی کمدی تلخ ساخت از اینه که اون موقع خنده دار نبوده. یه قسمت سپر حواسش نیست، 10 دقیقه برنامه فولو دوربین اصلیه، یه بارم چیز کرد بهش گفتیم سپر کجا بودیم، من همینجا بودم. اینا رو حالا اگه چیز بود این هم آدم اونجا بود، نه از زحم بحث این نیستش که بحث زحمات شایسته است، من و مهراج هم کلی سوتی داریم. آره بحث اینی که فقط داریم خاطره طنز میگیم، فوقش اصلا چیز بود حزمش یه چیز دیگه هم بودش، من یادم اومد یه قسمت بود که کارگردانش با سپر بود، بعد داشتیم راشا رو میدیدیم و برنامه شروع شد، یهو سپر از جلوی دوربین رد شد. بعدم بهش میگفت، گفتم یز این تو کارگردانی، تو باید اونایی که رد میشن رو بگیری چک کنی، خودت چرا رد شدی؟ ولی آخه اینقدر شرایط خیلی پرفشار واقعا دم کل اون تیم. من همین الان حالا شوخیاشو گفتیم جدیش هم بگم، من همین الان برگردم به اون پروژه میتونم بیش از 10 تا باگ از خودم بگم.
خب همش تجربه شد. اگه الان میبینی من اینجا نشستم، سپر اینجا نشسته، هر کدوم از ما اینجا نشستیم، با حجمی از تجربیات اون برنامه اومدیم و به نظرم به رشد هممون خیلی کمک کرد، چون پروژه توی فشار رو داشتیم تجربه می‌کردیم. آره، ولی من برگردم دوباره با همون تیم کار میکنم. ما اینقدر اتفاقای خدنه دار و بعضن چیزای عجیب غریب پیش اومد، دم همه بچه ها هم گرم. من به نظرم هیچ تیمی توی مارکت پلیس رپ فارسی نمیتونستیم برنامه رو، به جز اون تیمی که دیگه قسمت آخر همیشه به شوخی، به جدی میگم، شما فکر میکنید شوخی میکنم، که قسمت آخر من سری رو نمیشناختم، معراج یادش اومدم از در سالن تو امروز گفتم اینا کیان؟ منم نمیشناسم. میگن بچه‌های خودمون. واقعا دم اون همه اون 30 نفری که ما قسمت آخر داشتیم، چه از اون اول که 10 نفر میشدیم به زور، تا اون قسمت سیت‌هایی که با هم بودیم، چه اونایی که بودن تا آخر، چه اونایی که به هر دلیلی نبودن دیگه یه جاهای از پروژه، دم همشون گرم. آخه مثلا سپر مردم توی بطن قضیه از روز اول بود، یعنی روز اولی که ما رفتیم سالن رو دیدیم سپر بود. آره، حرفای ابتدایی اونو یادم بود، دم همه گرم. واقعا مرسی از همه، از جا بیفته ولی دم همه گرم. حتی اون آقایی که مال اون سالن بود اومد کمک کرد مردم بشینن. دمتون گرم بابت همه کارهای خفنی که دارید. شوخی با تو برنامه زیاد میکنیم، از ماها اکثرا کم تشکر میشه. یه بارم به معراج گفتم ماها آدمایی که بعضی وقتا انقدر قور میزنن سرمون، خستگی همه اون کارا تو تنمون میمونه و یک نفر آدم نمیاد بگه دمتون گرم. دمتون گرم بابت همه کارهای خفنی که میکنی. دم معراج گرم که همیشه کمک میکنه. خانواده محترم رجبی دندن واقعا من تا حالا هیچ وقت نگفتم، یعنی فکر میکردم نباید بگم، ولی دم معراج هم گرم که همیشه مثل یه برادر تنی واقعا کمک من میکنه تو همه پروژه ها. هر وقت مثلا کاری بهش زنگ میزنم واقعا از ته قلبش کمک میکنه، حتی اگه سهمی توی اون کار نداره، و دمش هم گرم. مرسی، مخلصی، دمتون گرم که اومدید. گفتگو خوبی بود. یه تیک فقط اولش یه استارت زد. آره، شما خودتون آماده بودید به رز. دمتون گرم، مرسی. گفتگو با حالی میکنی جدی راجعه یک ساعت با زیر زمین، خاطراتش و اتفاقات دیگه، و امیدوارم که بهتر کنید. بچه هم مومن پشتنه منتظرم برن. آره، مرسی بچه ها. یه قسمت دیگه رپشو پلاس بودی با علی نودیس و معراج ناجی، یک ساعت با زیر زمین و برنامه های شبکه و موجنو که منتظرش باشید. شاید هم الان اومده، برید ببینید. و تا قسمت های بعدی رپشو پلاس، البته نمیدونم چون جزو ضبط های آخرمونه، ولی فعلا یو خدافز.